به برنامه زیبای درون خوش آمدید. این برنامه چهارشنبه شبها از ساعت 7:30 و یک شنبه شبها از ساعت 11 به وقت لس آنجلس می باشد. برنامه متنوع متفاوت راجع به هیپنوتیزم و استفاده از نیروهای ماورا طبیعه برای زندگی بهتر. با امید دیدار. با سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب، خوش، سلامت. امیدوارم که عید خوبی رو گذروندین و میخواستم منم به نوبه خودم پاسوور رو، عید ایرانیان رو، یهودیان، به همه عزیزان تبریک و تهنیت بگم و امیدوارم که همگی عزیزان دیگه هیچ کس در هیچ جای دنیا برده نباشه. حالا ممکنه شما به خودتون بگین که دیگه کسی برده نیست، هنوز برده کشورها برده کشورها هستن، کشورها برده کشورها، یا گاهی اوقات هم توی خانواده ها خیلی ها رو میبینیم که برده هستن. مثلا خیلی از افراد برده همسران خودشون هستن و متاسفانه تو این چند سالی که من تراپیست شدم خیلی از آقایون رو متاسفانه میبینم که برده همسرانشون هستن، برده خانومهای خودشون هستن و این خانومها هم تا اونجایی که بتونن عقده مادر و مادر بزرگاشون رو سر این بیچاره آقایون در میارن. امیدوارم کسی دیگه برده نباشه. از برده صحبت کردیم، خیلی هم برده آقایونشون هستن، خیلی ها برده پدر و مادرشون هستن و هرچی پدر و مادرشون میگن باید گوش کنن. بعضی ها برده افراد فامیل، خواهر و برادرانشون هستن که متاسفانه چقدر زندگی ها رو به هم ریخته، و بعضی ها هم برده بچه هاشون هستن، بچه هایی که در اینجا بزرگ شدن انگلیسی میدونن. حالا من نمیدونم شما در کجا زندگی میکنین، ولی ما در آمریکا که زندگی میکنیم و مهاجرت کردیم، اونهایی که مهاجرت کردن میدونن که به علت اینکه زبون نمیدونن یا بلد نیستن زندگی رو در یک کشور جدید، متاسفانه برده بچه هاشون میشن و هرچی بچه ها میگن باید چشم بگن. پس با امید اون روزی که هیچ کسی برده کسی نباشه، هیچ مردی برده زنی نباشه و هیچ زنی برده مردی نباشه. خیلی ها تماس گرفته بودن، خیلی از مسیج های زیباتون، خیلی تشکر میکنم، و در رسانه های گروهی از من پرسیده بودن که برنامه ها چطوری میشه که برنامه رو میس نکنیم. تین تیوی در به صورت چند جور شما میتونین این برنامه رو ببینین، برنامه من و برنامه های کسان دیگر رو در شبکه سراسری تین تیوی میتونین شما گوگل سرچ کنین با کامپیوترتون و به صورت لایو ببینین، یا اینکه میتونین تشریف ببرین توی یوتیوب بعد از امروز و میتونین برنامه های من یا برنامه های هر کسی رو بزنین، گلناز رافائلیان / مثلا سکین پرابلمز که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یا اینکه میتونین حتی اگه جی ال ویز دارین میتونین توی جی ال ویز ببینین، یا اینکه حتی روکو اگه داشته باشین، با تشکر از آقای مهندس میرچی با کار قشنگی که انجام دادن، میتونین توی روکو همون تین تیوی رو خیلی راحت پیدا کنین و تمام برنامه ها رو ببینین. امروز راجع به ناراحتی های فیزیکی میخوایم صحبت کنیم، برای اینکه من اعتقادم بر اینه که همیشه ما انسان ها خودمون بیماری ها رو برای خودمون خلق میکنیم و میآفرینیم. تمام گذشته ما، 8 سال اول زندگی ما، اعتقادات ما، گفتارهای ما، اون پندار ما روی عضو های بدن ما اثر میذاره. دوست دارم خیلی
دقیق و مهم به تمام این مریضی های یک یکی سخن بگم. اول از اون سوالاتی که از من شده براتون پاسخ میدم و بعد در زمانهای دیگه در دفعات بعد حتما یک جزی از وقت رو میخوام بذارم برای این زمانهایی که برای این دردهایی که دردهای فیزیکی هستن و ما خودمون خالق و آفریننده این دردها هستیم. خب امروز جای اون دونستم که راجع به ناراحتی و پرابلم هایی که در پوست انسان باعث میشه صحبت کنیم. با اجازه به یک تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، درود بر شما، بفرمایید. با درود به شما خانم دکتر رافائلیان نازنین و آقای انزوی عزیز و با عرض تبریک نوروز باستانی و پسوبر عید بهار آزادی خدمت همه مردم آزادیخواه دنیا، امیدوارم که سال نو سال آرامش و سلامتی برای همه جهانیان باشه. مرسی عزیز، خیلی ممنون. سال نو شما هم مبارک. مرسی، زنده باشی. ممنونم. یک بهاریه دارم بسیار زیباست، میخواستم براتون اگه اجازه بدیم بخونم که امیدوارم هم شما و هم بینندگانتون لذت ببرم. حتما بفرمایید. خواهش میکنم. این بهاری از خانم نصرت ساقیان هست که روانشون شاد با. مرسی. سپری گشته زمستان و رسیده است بهار، فصل گل باشد و پروا مکن از گشت و گذار. برف شد آب و زکفتار سرازیر شده، هستی کنه و مکان تابع تقدیر شده. سنبل و نسترن و یاسمن و نیلوفر همه آیات خدایند بر اهل نظر. شاخه ها پرز شکوفه همه جا نقش و نگار، دلبران عشوه کنان خند زنان بر رخ یار. سفره سبز چمن روی زمین گسترده است، به نگر دست طبیعت که چه ها پرورده است. هر طرف می نگری عشق و صفا می بینی، ساقی و ساغر و می نای و نوا می بینی. خنچه ها پرز هدایا و به دنبال همن، تازه داماد و عروسان همه فارغ الغمن. کاش هرگز نبودی فصل خزان بعد بهار، کاش روییده نمی شد به کنار گلخار. کاش در خاک وطن بودم در موسم گل، بوسه ها می زدم از شوق به پای سنبل. رنج آوارگی و دربدری بی وطنی نتوان شرح و بیان کرد به حرف و سخنی. گل و گلزار و بهارم بود ای دل وطنم، گل و گلزار و بهارم بود ای دل وطنم. که به حد زندگی و جان دوباره به تنم، که به حد زندگی و جان دوباره به تنم. نوروزتون پیروز، شب روزتون بخیر. مرسی، خیلی ممنون از این شعر قشنگی که برامون مستفیزمون کردین. خیلی لذت بردیم، دست شما درد نکنه. مرسی از تماستون. خواهش میکنم، زنده باشید. خدا نگهدارتون. بابا عزیز، با تشکر خیلی زیاد از آقای مهربونی که ما رو مستفیض کردن و خیلی خیلی خوشحال شدیم. خب بریم سر اصل مطلب، بریم ببینیم چرا ناراحتی های پوستی به وجود میاد. این جوش ها، دمل ها، این ناراحتی های پوستی، حالا تاوله، حالا التهاب، تب، حالا جراحت، زخم، این جوشو و کورک ها و تاولا و اینا، ببینید در اثر چی به وجود میاد. اگه بخوایم به اون
از اون نقطه نظر نگاه کنیم که اگه حالا من میگم، حالا نباید شما باور کنید 100%، من میگم همه این ناراحتی ها ریشه روانی داره، ببینیم ریشه روانی ناراحتی های پوستی چیه. شنیدین خیلی موقع میگن طرف چقدر پوستش کلفته یا طرف چقدر پوست نازکه؟ یعنی پوست نازک یعنی حساسه، زود بهش بر میخوره، به تیجیر قباش بر میخوره، ناراحت میشه، حساسه، یا اینکه این عجب بابا چقدر پوست کلفته، چرا هر کاری میکنه خیلی قویه، خیلی مستبده، خیلی با قدرت، پرزوره. این پوست نشانه فردیته. وقتی که ما فردیتمون مورد تهدید قرار میگیره، ناراحتی های پوستی باعث میشن، ناراحتی های پوستی که بالاخره این سختی ها، این ناراحتی ها، این خشم ها، این استراب ها، این دلهوره ها باید یه جوری سرباز کنن و بیان بیرون و به ما نشون بدن که هستن، که ما به خودمون بیایم که فکر کنیم ببینیم چی کار کردیم در گذشته که باعث این پرابلم ها شده، باعث این مسائل شده و چی کار میتونیم بکنیم که از شر این ناراحتی های پوستی خلاصی پیدا کنیم. همیشه هر عضو بدن ما، تن ما با ما سخن میگه، با ما صحبت میکنه، با ما حرف میزنه. وقتی که حتی کوچیکترین چیزی توی صورتتون یا بدنتون یا هر عضو بدنتون هست که ناراحته، یا اینکه شما رو به خودش توجهش رو به شما جلب میخواد بکنه، حتما باید یه نگاهی بکنین، حتما باید یه نظری بهش بندازین. و حتی اگه دکتر میرین، حتی اگه از لحاظ پزشکی باید حتما برین و ببینین که چی کار باید بکنین، حتما باید اگر دکترتون تجویز کرد که باید دکتر برین یا باید عکس بگیرین یا اکسری بگیرین یا هر آزمایشی که باید انجام بدین، باید حتما این کارها رو انجام بدین. ولی اگر از لحاظ عاطفی و روحی بخوایم برسیم به این ناراحتی های پوستی، اینه که باید ببینیم این فردیت خودمون چرا باعث تهدید شده، یعنی استقلال خودمون رو به دست بیاریم، زیر دست آدم های زورگو نباشیم. ببینین چرا این عنوان رو من برای امروز انتخاب کردم، این ناراحتی های پوستی رو، برای اینکه به نظر من این بردگی حضرت موسی و قومش در سال نو به من یه آیدیایی داد که این مبحث رو برای شما عزیزان در نظر بگیرم، چون خیلی مهمه و تمام اینها ربط پیدا میکنه به کودک درون من. کودک درون ما باید همیشه هیل باشه، باید شفا پیدا کنه. در چند برنامه گذشته راجع به کودک درون با هم صحبت کردیم. اگه دوستان عزیزی که موفق نشدن این برنامه رو ببینن، خواهش میکنم ازتون توی یوتیوب تشریف ببرین و این چایلد ویدین، یعنی کودک درون رو یک بار دیگه بهش یه نظری بندازین و ببینین که چه کار باید بکنیم و چطوری باید این چایلد ویدین یا کودک درون رو ما شفا بدیم و علاج براش پیدا کنیم. ولی اگه بخوام به طور خلاصه بگم، اینه که باید این احساساتمون رو راجع به کسانی که ناراحتی پوستی دارن، احساساتمون رو بیان کنیم. حالا اگر شما خشمگینین، اگر شما به علتی، هر علتی عصبانی هستین، ترسیدین، ووری هستین، نگران هستین، انگزایتی دارین یا هر چیزی، چه مثبت چه منفی، باید این احساساتتون رو سرکوب نکنین. و حتی مثلا من یادتونه چند بار همیشه میگم که جملات تاکیدی مثبتتون رو بنویسین، همیشه بنویسین که من احساساتم رو بیان میکنم، من خودم رو تایید میکنم.
اگر ناراحتی پوستی دارین، من خودم رو تایید میکنم. یکی از بهترین جملات تأکیدی مثبتی که میتونین عزیزانم بنویسین، با خودتون تکرار کنین، صداتون رو ضبط کنین، وقتی رانندگی میکنین گوش کنین، یا وقتی کار خونه میکنین گوش کنین، یا اینکه میتونین تو آینه وقتی که صبح از خواب بیدار میشین همین کار رو انجام بدین و خودتون رو برای خودتون ارزش قائل باشین. حتما کسانی بودن توی زندگیتون که احساسات شما رو جریحه دار کردن، شما رو به اون صورت بالا ندونستن، خفت و خاری کردن براتون. پس اقلا خودتون باید مواظب خودتون و این کودک درونتون باشین که این ناراحتی های پوستی به سراغتون نیاد، یا اگر اومده ریشه‌کن شه و از بین بره. پس احساسات خودتون رو سرکوب نکنید. اولین چیز اینه که احساسات خودتون رو سرکوب نکنید. دوم اینه که باید صحبت کنین، اقتدار و قدرت رو دست بگیرین. حالا من نمیدونم آیا برای شغل، آیا برای روابطتونه، آیا تلفن دارید. مرسی، با اجازه به تلفن جواب میدیم. سلام عزیزم، روی خط هستین، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، مرسی. قبل از هر چیز بخواستم تشکر کنم از برنامه های خیلی خوبتون. مرسی عزیزم. و آگاهی هایی که به من میدین. لطف داریم. بزن بعضی این حالا که من میشنوم میدونم که چقدر مسئله پس من نمیدونم، ولی یه سوالی از اصلا داشتم کنم بزنیم. بفهم که سرنوشت دست خود آدم هست یا از قبل نوشته شده؟ سرنوشت. بله. چه سوال قشنگ. سرنوشت آیا دست خود ماست یا اینکه از قبل نوشته شده؟ مرسی ازم. این یه سوال کلیه، میخواین که روی خط باشین جواب بدم یا اینکه میخواین از طریق تلویزیون؟ نه، رو خط باشین. خیلی ممنونم از دو. خواهش میکنم عزیزم. ببینین عزیزم، سرنوشت میتونیم سر رو از سر بنویسیم، سرنوشتمونو. اگر همینطور نشستیم و میبینیم کارمون جلو نمیره و اینا، حتما به صلاحمون نیست یا سرنوشتمون اینطوری ساخته شده. اگه بخوام قشنگ براتون توضیح بدم، بعد یه دو ساعتی صحبت کنیم، ولی اگه به برنامه‌های من حقیر چیز داشته باشین، دیده باشین قبلا، من همیشه گفتم که سرنوشت چیزهای بزرگ زندگی، زمانی که ما به دنیا میایم، زمانی که ما از دنیا میریم، اون کسی که باهاش ازدواج میکنیم، اون شغلی که داریم و خیلی مهمه و به ما کمک میکنه که ما به کار ما یا به اون نتیجه که باید، به اون درس زندگی که باید برسیم، همه اینها از قبل نوشته شده و ما خودمون امضا کردیم، خودمون قبول کردیم و خودمون با پای خودمون، پدر و مادر خودمون رو، کشوری که درش به دنیا میایم و زندگی میکنیم، همه اینها رو خودمون انتخاب کردیم. پس سرنوشته چیزهای کلی ما از قبل نوشته شده است. حالا خیلی‌ها به ما میگن که مثلا چند نفر کلاینت داشتم که متاسفانه عزیزانشون رو در کرونا از دست دادن و میگن آخه چرا ما، چرا عزیز ما باید اینطوری بشه؟ این همه کرونا گرفتن، چرا مثلا پسر من باید فوت کنه؟ چرا دختر من باید فوت کنه؟ چرا برادر من باید فوت کنه؟ علت اینه که وقتش بوده، زمانش بوده، از قبل نوشته شده بوده. وگرنه چرا بعضیا کرونا گرفتن و خوب شدن، بعضیا متاسفانه فوت کردن؟ گاهی اوقات عمر آدما میگن از شیشه شکننده تره و بعضی اوقات از سنگ سفت‌تر. پس ما نمیتونیم بگیم چرا این اینطوری شده، چرا اون اینطوری شده. زمانش رسیده بوده، اون زمان بعد میرفته
و به نظر من اگه کرونا نبوده شاید تصادف می‌شده. اگر تصادف نمی‌شده شاید سقوط از هواپیما بوده، شاید یه مریضی بوده، شاید یه حتی یک مریضی کوچیک میتونه باعث مرگ بشه. پس اینها از قبل نوشته شده و ما نمیتونیم بگیم چرا، ولی چیزهای کوچیک زندگی مثل مثلا روزتون رو میخواین چجوری به شب برسونین، اون کارمایی که دارین چطوری میخواین بهش برسین، آیا میخواین سوار دوچرخه بشین برسین. مثلا شما فکر کنین از اینجا از لس آنجلس میخواین برین پالم اسپرینگ، مثل این میمونه که دیگه اون نظر شماست که چطوری بخواین برین. بخواین با جمبو جت برین، با هواپیما برین، بخواین با ماشین برین، با وانت برین، یا پای پیاده برین، یا اینکه سوار ماشین شخصی خودتون بشین. به هر حال مقصد یکیه، مقصدمون رو میدونیم چیه. ما اومدیم اینجا که به کارمای خودمون برسیم، درسای زندگی خودمون رو بگیریم. حالا به چه صورتی دیگه بستگی به خودتون داره که خودتون چه راهی رو میخواین انتخاب کنین. امیدوارم که جواب شما عزیز رو داده باشم. مثل این که قطع شد تلفن، ببخشین منو اگر قطع کردم. من که نزدم، نمیدونم حالا چطوری، یا خودتون گذاشتین گوشی رو زمین یا اینکه هرچی. امیدوارم که جواب شما عزیز رو داده باشم. بریم سراغ درس امروزمون، ناراحتی های پوستی. پس خود رو گرانبها دانستن، خود رو ارزش داشتن، کودک درون رو شفا دادن. اگر شما هنوز مثل این هستین که ترس دارین تو زندگی، پاتون به قول معروف میگن روی زمین سفت نیست، این از چاکرای اول میاد، چاکرای پروتکشن میاد، اون گذشته سختتون میاد، 8 سال اول زندگیتون میاد، باید اون رو یا حالا به طریق به چند طریق میتونین شما این کودک درون رو التیام بدین. حالا بعضیا دوست دارن کتاب بخونن، بعضیا دوست دارن به سمینار برن، دوست دارن به یه تراپیست برن و دوست دارن این درداشون رو بازگو کنن و به صورت پرایویتلی به ایده های خودشون برسن، به آمال خودشون برسن. پس نظر من اینه که در این زمان اینه که دیگه نمیتونیم این آشغالایی که زیر فرشمون نگه داشتیم تو این چند ساله، دیگه زمان اون رسیده که تمام این ناراحتی ها رو، تمام این آشغالا رو از زیر فرش بیرون بیاریم و تمیز کنیم. پس عزیزان من، اینه که خودتون رو نفع نکنین، اقلا خودتون به خودتون قدرت بدین، خودتون به خودتون ایمان بیارین. انسان جایز الخطاست، ما همگی اشتباه میکنیم، راه های اشتباه رو رفتیم توی زندگیمون. خودتون رو ملامت نکنین، با خودتون مهربون تر باشین، به خودتون احترام بیشتری بذارین. اجازه ندین کسی به شما زور بگه، برده کسی نباشین، چه زنین چه مردین، چه آقایین چه خانومین. نذارین کسی دیگه خودش رو به شما تحمیل کنه. این کودک شما، کودک درونتون جریحه دار میشه. بسته دیگه، به قول معروف میگن enough is enough. پس اینی که خودمون رو ارزش قائل باشیم و اجازه ندیم اگر کسی پولمون رو خورده، اشکی رو به صورتمون رو ورده، ناراحتمون کرده، به هر حال هر جور درس خودمون رو گرفتیم، دیگه اجازه ندیم به پاخیزیم، به خودمون برسیم و اجازه ندیم که یک سری آدم‌های متجاوز حق ما رو بگیرن. خب، یکی از جملات تأکیدی مثبت رو میخونم براتون، اگر دوست دارین بنویسین خیلی براتون خوبه، هم به کودک درونتون میرسیم و شفاش میدیم و التیام میدیم، و هم اگه ناراحتی های پوستی دارین مثل اگزما، مثل
همه چی، هر چیز بدی که راجبش صحبت کردم، جوش و کورک و دمل و چه میدونم جراحت و سوختگی و همه این چیزا روی صورتتون هست یا روی بدنتون، میتونید این جملات تاکیدی مثبت رو هر روز بگین، هر روز بنویسین، ضبط کنین و بذارین در زمان رانندگی، در زمان کاری که میکنین، اگه غذا میپزین، اگه هر کاری میکنین، میتونین این رو آویزه گوشتون کنین و در بک‌گراند خونه بذارین، هی مرتب تکرار بشه. من با محبت و با فکرهای شاد و آرامش بخش از خود حمایت میکنم. گذشته را بخشیده ام و فراموش کردم و من در این لحظه آزادم. این یک جمله تأکیدی مثبته که هر روز هر شب تکرار کنین و بنویسید. همونطور که گفتم، پوست حافظ فردیت و نمایانگر احساس ما انسان هاست. با احساسات خودمون، حتی اگه نگرانیم، ناراحتیم، خوشبینیم، وری هستیم، نگرانیم، هر چیزی، این احساسات خودمون رو داشته باشیم، بهشون ارج بدیم، براشون ارزش قائل باشیم، حتی اگه بتونیم ببخشیم کسان دیگر رو. میتونیم بگین من ناراحتم، من خشمگینم، من عصبانی هستم، ولی میبخشم، ولی در این لحظه تمام این احساسات منفی رو رها میکنم. خیلی براتون میتونه کمک ساز باشه. آرامش و عشق و هماهنگی درون و برونم را فرا گرفته است. من ایمن هستم. راجع به سرفه صحبت کرده بودن که علتهای سرفه رو خواستن که من دوست دارم که لطف کنین تشریف ببرین دکتر، تمام تست ها و چیزهایی که دکترتون، پزشکتون صلاح میدونن انجام بدین، ولی اگر همین کارها رو کردین و چیزی دلیل قانع کننده‌ای برای سرفتون پیدا نکردین، به یاد داشته باشین که سرفه نماد تغییر و تحوله. یعنی شما یه تغییر و تحول داشتین، حالا من نمیدونم شغلتونه، نمیدونم اعتقادات محدود کننده قبلیتون بوده، به هر حال یک چیزی بوده که در گذشته اتفاق افتاده، الان دارین سرفه میکنین و با اون پرابلم دارین، هنوز توی افکارتون، توی سابکانشس مان یا ضمیر ناخودآگاهتون باید یه چیزایی رو با خودتون حل کنین و بهش برسین. پس سرفه مال تغییر و تحوله. راجب سیگار در یک جلسه صحبت کرده بودن، اگه سوال کرده بودن که خیلی در خیلی اوقات بستگی به اون شخص داره، بستگی به این که چند ساله داره سیگار میکشین، بستگی به این داره که چند سال و چند عدد در روز شما سیگار میکشین و همینطور بستگی به این داره که چجور شما suggestible هستین به هیپنوسیس، یعنی که گاهی اوقات بعضی ها با یک جلسه هیپنوسیس به اون آمال و هدف و نیازهای خودشون میرسن، بعضی ها با 4 جلسه، بعضی ها با 8 جلسه و بعضی ها بیشتر، بستگی به خودتون داره. ولی اگه اون تراپیست و شما عقیده بهش داشته باشین و از تمام اون کپابیلیتی هاش، کردیت هاش، جایی که درس خونده بدونین و دوستش داشته باشین، تراپیست خودتون رو، همه هیپنوتایزبل هستن. 99% آدم ها میتونن به طریق هیپنوتیزم به آمال و هدف و آرزوهای خودشون برسن. پس میتونیم بعضی ها رو در یک جلسه و بیشتر از شر سیگار خلاصی پیدا کنیم.
از اینکه به این برنامه توجه داشتین خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم چیزهایی که گفتم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اگر ناراحتی های دیگه فیزیکی دارین میتونین با من تماس بگیرین، hypnosisbynaz@gmail.com میتونین تکست کنین 310-248-0220-248-0220 با اریاکود 310. خیلی دوستتون دارم. باز هم به نوبه خودم سال نو رو، هم عید باستانی نوروز و هم پسوبه رو یک بار دیگه به شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. خدا نگهدار. آیا میخواین تغییری تو زندگیتون به وجود بیارین؟ آیا به بن‌بست رسیدین؟ امیدتون رو از دست دادین؟ اخلا با خودتون قهر نکنین. با طریقه هیپنوتیزم، با استفاده از متافیزیکس، من میتونم زندگی شما رو عوض کنم. امتحان کردنش با خودتونه. تغییر زندگیتون با من. حدوداً 8 جلسه. در دو مطب تارزانا و لس آنجلس میزبان شما عزیزان خواهم بود. مشاوره تلفنی در اقصی نقاط دنیا با تعیین وقت قبلی. شاید کلید قفل زنگ خورده دلتون با دستای من باز بشه. کنترل وزن، ترک اعتیاد، اعتماد به نفس، مشکلات کودکان و نوجوانان، مشکلات بین زوجین، افسردگی، دلهوره و نگرانی، انتخاب یک شغل خوب و خیلی خیلی چیزهای دیگه. با امید دیدار.